دوستان سلام، میگم نشه برجام افتاده وسط و باندهای نظام دارن سر ارث و میراثش دعوا میکنن. بابا گذشت اون دورانی که از یکی خونه و ماشین و ویلا به ورثه میرسید. الان با این وضعی که نظام درست کرده تنها چیزی که بهشون میرسه قرض و قلاشه. ترامپ با عصبانیت میگوید ایران در برجام سر بقیه را کلاه گذاشته. هیچ کس در دنیا نیست بگوید ایران به واسطه برجام ضرر کرده است. آنچه در برجام اهمیت داشته و دارد موضوع تفاهم و برد برد بوده. قطعا برجام به نفع کشور، منطقه و کل جهان بوده و هست و هر کس بخواهد به برجام صدمه بزند به خودش و کشورش صدمه زده است. بله، برد برد، اما کی چیو برد؟ سهم آخونده چی بود؟ دل با پسا میگن تقریبا هیچ، تنها چیزی که بهمون رسید خفت و خاری یا البته تحریم بیشتر. عجب دستاوردی داشتن ها، عجب برد بردی بود. علی‌رغم کلاهبرداری آشکار آمریکا، روحانی میگویند ایران در برجام سر بقیه کلاه گذاشته است. اگر ایران در برجام ضرر نکرده، پس چطور است که تحریم ها به قوت سر جای خود باقی است و از بهبود اقتصادی نیز خبری نیست؟ آیا این که از دستاوردهای هسته‌ای برای رضایت دشمنان دست برداریم، اما آمریکا علاوه بر افزایش تحریم ها و گستاخی ها تأکید کند که همه گزینه ها روی میز است، حاکی از موفقیت ایران در برجام و حاصل توافقی برد برد است؟ اینم از حرف دلواپسان نظام. البته باید این سوالا رو از عزماشون بپرسن که از جیک و پوک برجام اطلاع داشت و اون موقع که گل کرده بود میگفت خودم شروع کردم، خودم بودم. در هر حال ترامپ برای لغو توافق هسته‌ای میان ایران و اعضای پنج به علاوه یک خیز برداشته است. بدیهی است که در چنین شرایطی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان باید هوشیارانه و قاطعانه خود را برای مواجهه با اقدامات غیر عقلانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آماده کند. بله، دستگاه دیپلماسی نظام باید خودش را آماده کنه. چند تا مراجعه به معاملات ملکی بکنن ببینن واسه سران نظام سوراخ موش گیر میاد یا نه، چجوری ارزونه گرونه. حالا بعد از آمادگی چیکار میخواد بکنه؟ تلاش ما در راستای جلوگیری از تأثیر بدعهدی های آمریکا به سایر کشورهاست. برجام برای نزدیکی به آمریکا نبود، برجام برای این بود که آمریکا کمتر مزاحم و کمتر مانع شود. بگی منو نخوری زمین، تو قاچ زینو بچسب از سواری پیش کشت. تو از تأثیر به قول خودت بدعهدی ها رو کشتی درهم شکسته نظام جلوگیری کن، سایر کشورها پیش کشت. البته معلوم منظور چیه، ظریف باید لبخندهای جدید آماده کنه. اما باید ببینیم بازم سیاست لبخند و بالکن جواب داره یا نه. از رسانه های باندت بپرس. باید بدانیم که عصر اوباما تمام شده و عصری است که ترامپ در آن قرار گرفته و همه ارکان قدرت در آمریکا از مخالفان نظام هستند. ما نباید بهانه به دست عناصر تندرویی که الان در کاخ سفید نشستند و از طرف شرکت‌های نفتی تقویت می‌شوند بدهیم. دوران خوش اوباما گذشته، حالا وقت ترس و لرزه. ببینین تو همین مقاله میگه بهانه و گزک ندیم. یارو کجای کاری، کل نظامت گزکه. ما باید گزک به دست آمریکا ندهیم، نباید بهانه به غرب و آمریکا بدهیم. اگر اتفاق بدی بیفتد باید سالها خونه دل بخوریم تا به شرایط عادی برسیم. به راحتی نباید بهانه به تیم ماجراجوی آمریکا بدهیم.
باید شرایط موجودمان را در مجامع بین المللی تثبیت کنیم تا بهانه گیری صورت نگیرد. همه این چیزا بهانه است، کل نظام نشانه است. یارو میگه اگه اتفاق بدی بیفته باید سالها خون دل بخوریم. نترس نترس جونم، خون دل خوردنم خودش وقت میخواد، ممکنه وقت همونم نداشته باشی. چی؟ نفهمید؟ چرا بابا، خودش گرفت که من چی میگم. خدا نگهدار. موسیقی.